سلام، با یکی دیگر از گزارش های ما خوش آمدین. من امیلزاده در بازار افشار سیلو قرار دارم. ما دو افشار داریم، یکی افشار دارلمان، یکی افشار سیلو. در افشار سیلو و افشار دارلمان بیشتر مردم یا وطنداران قزلباش ما زندگی میکنند. در رابطه با تاریخچه مردم قزلباش من کم معلومات دارم، زیاد نه. شما شاید معلومات کافی در این رابطه داشته باشید. نمیخواهیم که به گذشته تاریخیش برگردیم که چرا قزلباش میگن و چه زمان این مردم در افغانستان زندگی میکردن، نیاز به این نیست. صرف میخواهیم این منطقه رو براتون امروز معرفی کنیم. بازار افشار نسبت به سالهای گذشته تفاوت خیلی زیاد کرده. سابق دو سرک بود، حال در افشار چهار سرک ساخته شده. کوچه های افشار تمامش کانکریت شده، قیرام نشده که کانکریت شده زده آب. اما باید که چی میگن، واقع بینانه بگویم که مردم افشار، خصوصا مردم افشار سیلو، نسبت به بعض مردم ما که در بعض جای دیگه کابل زندگی میکنن، نسبت به یک تعدادشان در حفظ و نگهداری منطقه و جای و مکان خود خیلی زیاد کوشش کردن و توجه دارن. مثلا از خوبیایی که من هم بسیار دوست داشتم در این منطقه خانه داشته باشیم زندگی کنیم، این خوبی رو دیده بودیم که در کوچه و بازار افشار وقت شما میگردین چیز به نام دزدی وجود نداره. به خاطر چی که مردم اصیل خود افشار زندگی میکنن اینجا. شما وقتی به این دست نگاه میکنین، افشار است، درست است، اما مربوط به خوشحال خان میشه. یعنی اینجا نقشه است، نقشه دولتی است، مردم خانه‌ای که دارن تمامش نمره است، از هر نگاه خانه معیاری است. قیمت او زمین تا زمینی که در سمت کوه افشار وجود داره برابر است. حتی در منطقه کوه افشار یا در دامنه کوه افشار نسبت به خوشحال خان نرخ بالاتر است. در هر جای کابل نرخ زمین و خانه پایین رفت، پایین آمده در سالهای اخیر نسبت به 5-6 سال پیشتر یا 10 سال پیشتر. اما در منطقه افشار سیلو نرخ زمین و خانه پایین نامده، اگر آمده بسیار اندکه که قابل توجه هم نیست. خانه ها میگن که شب تا صبح دروازه ها باز باشم کسی سر نمیزنه، چه رسد به یکی بیایی کسی دزدی بکنن. این گپا را من شنیده بودم تا سالهای گذشته، تا یک سال و شش ماه پیشترم. حالا میریم میپرسیم از مردم که در طول شش ماه و یک سال کدام مشکل به وجود نامده باشن. خب، بازار افشار خیلی خرد بود، اما حال بازار افشار بزرگتر از وقت شد. یک کوچه را در گذشته معرفی کرده بودیم، فکر میکنم کوچه کتانبافی بود یا کوچه کلینیک برتون معرفی کرده بودیم، حداقل 6 ماه یا یک سال پیشتر رو گزارش داشتیم. اما امروز میخوایم به کوچه بوت آهو، اونجا نوشته هم هست، شما تصویر چه میبینین؟ کوچه بوت آهو، واقعا جالب است. اگر بتانیم یک ریش سفید یا موی سفید را پیدا کنیم، همراهشان گپ بزنیم در رابطه با بوت آهو که چگونه بوت بوده. اول از جوی بین شروع کنیم. ببینید که جوی چقدر پاک است. در گزارش هایی که داشتم من شما توجه کردین، جوی ها را دیدین چگونه جوی بود، اما این چگونه جوی پاک است. من نمیفهمم آب از کجا میاد، آب شفاف، شاید آب عمان باشه، به خاطر که اینجا رای دیگه خوب وجود نداره. و اینجا هم قصاب صبح کشتار کرده، کلاو پاچه هنوز باقی مانده. اگر شما کلاو پاچه دوست دارین، بگوین که ما برتان بکریم، شروع آماده کنیم، یکم برتان مسج کنیم. قصاب خوب فرار کرد به خاطر که امرایشان گپ نزنیم. میریم داخل کوچه. سلام کاکا، خوب هستین؟ شما بودوز هستین اینجا؟ بله. چند سال میشه؟
اینجا یک هفته هشتال میشم. اصلا در کجا زندگی میکنی؟ فعلا در همی افشار هستم. از همون مردم های قدیم افشار هستن شما؟ نه قدیم قدیم نیستم، یک نزده نزده بیس سال میشم، در اجده سال میشم زندگی میکنم. چطور کاربار تا اینجا؟ خوب. منطقه چطور منطقه است؟ امنیت؟ منطقه امنیت است فرض میکنم، از ما امنیت است اینجا. هیچ مشکل وجود نداره؟ با؟ هیچ مشکل وجود نداره؟ نه. این کوچه را به نام بوت آهو یاد میکنن؟ بله. چرا بوت آهو میگن؟ اما تو نام گذاشته در سابقه ها میگن. اما نمیفهمین دلیلش هست؟ آه، اما اینجا مرچم کارخانه بوت آهو بوده چی بوده؟ تو کارخانه بوت آهو؟ میکده بوده، آزمو بوده. یعنی آهو بوت میپوشه؟ نه پوستی آهو. یا از پوست آهو چیزه؟ پوستی آهو جر میشته بوده. پیش بریم شاید کسی باشه بفهمه. آه. تشکر. اما نفرهای سابقه و خبر داره فهمیدیم. شما هم سابقه هستین که ما خوب قدر سابقه هستیم. دلت از اقاد جوانه خدا بگیریم. بسیار باشیم یک 40-50 ساله. تشکر. زنده باشید. دیواره قدیمی تا هنوز نه بازسازی شده؟ نه. کمه که بازسازی شده یعنی مکمل. خانه کرایی دارای 3 اتاق، آشپزخانه و تشناب، آدرس هم کوچه دواخانه، کوچه دو. اگر خانه کرایی کار دارید میتونید بیاین اینجا. من اما قسمی که گفتم کوچه های افشار کانکریت شده. ببینید کوچه کانکریت است و جویام کاملا معیاری و استاندارد ساخته شده. بله شما میبینین در تصویر که همه جا پخته شده و هیچ جای خامه وجود نداره. جایی که بر مردم عام یا بر مردم رعیت است اونجا هنوز هم شاید خامه مانده باشه، اما بالاتر میریم بر ما همه چیز معلوم میشه. سلام. خوب هستین کاکا؟ قراریست یک دقیقه قصه کنیم، وقت دارین؟ حتما از مردم قدیم هم افشار هم هستین شما؟ بله. خب مصروف ساختن چی بودین؟ اما قسمت زیر سماور رو میسازین فکر بله میکنم؟ بله. چند سال شما اینجا لبی سازی میکنین؟ بله اینجا یک 4 سال میشه بده. 4 سال میشه. چه مدت میشه در افشار زندگی میکنین؟ در افشار 37 سال. اینا حتما شما میفهمین که چرا این کوچه رو به نام بوت آهو یاد میکنن؟ یعنی می شرکت ها که میبینین این می شرکت بوت آهو است. خب این می شرکت؟ این می شرکت بودن سابقا. شرکت بوت آهو یعنی چی ساخته میشد اینجا؟ این بوت آهو ساخته میشد اگر خب این جنگ ها که آمد بدر خود دیده بودی که اینجا کار جریان داشت؟ اینجا جریان داشت، همین جنگ هایی که تولات هایی که آمدن اینا بدر چیز شدن خراب شدن دیگه، اینا رو مخروبه است دیگه، اونو میبینیش که چی حالت داره. زندگی مردم افشار نسبت به 30 سال 20 سال پیشتر چقدر تغییر کرده؟ والا تغییراتش خودت نمیفهمی دیگه حالا چی رفتن. اما اونا گفتن همونه که کوچه ها کانکریت شده، جویا ساخته شده، این کارا رو دولت کرده. حالا کانکریتش چی میکنه به در که اورم میشه؟ حالا یارومی که نارام این کوچه که بیان بخت لا فرش باشه نارومی باشه چی به دردت نخوره. نسبت به بسیار جای کابل میگن که افشار باز آرامی است از طرف شو خوست. نه سورامی والا نو به شو اینجا گشتن نمیشه. راستی؟ نه نیم به شو گشتن نمیشه من تو کابل خودتون هم مگر گشت امی رهزنا این امی رهزنا هستم در شبکی میگردن در کچا چاق بو بدر برچه همه چیز دارم امی گپ پیش خود ما شما خود ما رو زدک بچه خود ما رو زدک که چاق بو چی باقی زدن؟ تخمینا 2 سال میشه، 2 سال پیش میره بردم اینجا جلب گرفتم از اوزا اینجا گفتم بده این نفر پیدا کنید دیگه اوزام بخصاص نمیکنه بده دیگه در کجایش زدن؟ جا دو گارش کدن؟ نه قسمتش که زده بود کنم شاخو زده بود این قسمتش که زده بود از اینجا تا اینجا رو زمستان بودم جمپرای چیز در جانش بده کنم از اینجا که زده بود تا این قسمتش آره شده با. جمپر چیزاش خودش پاره کرد مقصد کار نکرده بود جانش فضل خدا یک سال از داره سیش دیر میشه حال خوب است مقصد جانش اوگاه این کدی نو نفره یا نه؟ نه برای کی بگه
برای کی بودی حالا؟ به خاطر چی زده بودنش؟ به خاطر اینکه پیسه در جبای چی از بکش؟ یا در لب سرک چیز میکدک، در لب سرک بدر کینو فروشی میکدک. باز از اینجا میخواست که برو طرف خانه شام دم راه شگسته. خود من فکر کده پیسه در جبش؟ آخو پیسه از خاطر پیسه میدنه دیگه، از خاطر دیگه چیز خونه میدنه میدنه. همی یک مسئله را میخواییم یادآور شویم که ایدمی کسایی که رزنی میکنه، دوز میکنه، عوامل شباید پیدا کنید. چرا این کار را میکنند؟ این سیکو بده قانون عزیز ما خودم عسکری کردم، میفهم نظام را میفهم. من 33 سال پیش من عسکری کردم. قانون از دولت گرفته میشه، از مردم گرفته نمیشه. دولت قانون تطبیق کنه باز مردم میخواه هر خوب کاری کنه میشه مردم برای مردم. اون مسئله قانون است که تطبیق شوانی. به نظر خود چرا این مردم نصف شب مبرای رهزنی میکنن، جیب مردم میزنن به خاطر چند روپه افغانی یا زخمیش میزدن یا ایست که میکشن نفره؟ بدر بیکاری است. وقتی که بیکاری است همین طرف های اطراف ها را که ببینه، طرف های اطراف ها را که ببینه، بدر 100 خانه 20 خانه مانده، 80 خانهش نام نست. از اوج آمده کابل مردم آمده. وقتی که اینجا کابل آمده اینجا کار نیست. وقتی کار نباشه نمی جنجال. وقتی کار نباشه مردم خود از سیر بساده پیسه از کجا کنن؟ مجبور از برای این کار بکنن؟ نه برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفته کار دنیا 99 را داره. وقتی که 99 را داره چرا مردم نمیره کار نمیکنه؟ پیسه خود مفت دست نمه که مفت دست به مگه تو نبینی رنج کهی ببینی گنج؟ رنج که نبینی گنج از کجا میشه؟ بیشتر خودت هم گفتی مثلا در 50% خانه یا در 100% خانه 50% آمده کابل آمده. سعیز اینقدر کار در کابل از کجا شوه؟ کار خود پیدا نمیشه در کابل. خب ما میره میگم کالی یک تعداد مردم کار میکنه درست است، یک تعداد خود زدن اونه در کوچه اصلا شب که ولی کار نیست ما باید این کار رو بکنم. اما اگر از جانب از امو دزدا و رهزنا ما شما قضاوت بکنیم، آلی قدر کار از کجا شود که اونا صاحب کار شوند تا نبین کارهای خلاف انجام ندن؟ در وطن که نامنی باشه کار از کجا نشه؟ آفرین. اونجا جنگ طالب است یا جنگ داعش است با حکومت یا دشمنی ها که بین خود مردم است، مجبور میشن بیان به شهرها و کابل بیان. در کابل هم نام خدای قدر نفوس، کرای خانه رو میبینین چقدر. کابلی ها جایی ندارن امیاله؟ ندارن، نه جای از کجا میشه در 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 یک در یک یگان نفر هم دیدی که در زندگی خود یک ایوان چارپا نداشتن در منطقه خود؟ حالا میبینی شسیاغ میگرده او تو خست. حالا ما شبکی میبینیم در این مسیر های را میبینیم. ما خود در خانه ما در بالا اوجا کسی شبکی خود استراحت است 12 بجه شب یک بجه شب آدم زیاد است، آدم شدن مشکل است. فکرت است در این شهر ببینی تو مردم های یک بجه شب هم کسی در موترهای کلان آران میکنه تو بله یک رقم آران میکنه که بدر اگر طفل باشه هم بیدار میشه. کسایی که مشکل در دم راست خانه هایشان از سرک تیر میشه این موترا آرام میکنه طفل ازو که بیدار میشه در وقت شب تا صبح خواب ندارن؟ نه ندارم خواب دیگه. این آدم گفتم زیاد اینو به شب قارن میزنن یا اکسلیتر میکنن؟ آه یک راننده را گفتی مو بدر چرا لیه قدر اکسلیتر میتی در یک قدم را؟ گفت ما میخواییم که ترافیک دو بزنم توسط اکسلیتر دادن. تو خواب و تو خاص اینه میگه نفرها رو ببینی همین سلنسرای موترسیکل سرخ میکنه یک قسم کدام جایش هست مرمی میشانن کوچک مرمی کوی فش هست کنن ای یک رقم قررس میکنه که بیخی همه کنمای سر تا در طور میاره که شد میخوای خود بعد ماشاور نشان میکنی؟ بعد ماشونه اوجه آدم میره که اونو در قبرستان همه کلگ ما شما میره بعد ما شما موجه میره بعد ما شما موجه میره اگر قبر دو کدام جای دیگه هست برای ما نشان بده که تشکر با من خدا خدافز خدافز صحبت های شیرین رو داشتیم با یکی از علم سازان منطقه افشار. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.